سلام دوستان، به آشپزخانه من خوش اومدین. با کانال آموزش امکتی در خدمت شما دوستان هستم. من امروز تصمیم گرفتم اگرول یا اسپرینگ رول گیاهی رو آموزش بدم به شما دوستان. بریم بعد از معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. کلم پیچ که من نصف کلم پیچ رو خرد کردم، شستم و خشک کردم. هویج 1 عدد، قارچ 6 عدد، پیاز 1 عدد کوچیک، سیر 1 حبه. شما میتونید به جای سیر از پودر سیرم استفاده کنی. خمیر یوفکا که من از خمیر یوفکاهای مثلث که مخصوص اگروله استفاده کردم. شما میتونی از یه فرمایی هست مستطیل از اونم استفاده کنی. پنیر پیتزا 1 پیمانه، آرد سفید و شیر هر کدوم 1 قاشق غذاخوری. من اینو برای اینکه بعد از اینکه به اصطلاح اسپرینگ رولامونو پیچیدم، اینو به عنوان چسب استفاده میکنم. حالا حین آموزش نشون میدم خدمتتون. نمک، کاری، فلفل به میزان لازم. من کلم‌ها رو به همین شکل گفتم باریک و بلند خرد میکنم. توی این اگرول من میزان کلم هم بیشتر از مواد دیگه‌مه. این اگرول فوق‌العاده غذا یا حتی میشه گفت پیش غذای خوشمزه است و میشه توی وقت خیلی کم درست کرد. به طور کلی گفتم ذائقه‌ای که شما دوستان چه گیاهی استفاده کنید یا چه سبزیجاتی، این بیس اولیه است که من دارم توضیح میدم خدمت شما دوستان. به این شکل کلممون رو ما کاملا خرد کردیم و باریک و بلند. من کمی روغن مخصوص پخت و پز ریختم مایتابمون و پیاز رو به این شکل نگینی ریز. من روغن کم میریزم برای اینکه هم غذای سالمی باشه، هم این اگرولامون توی روغن میخواد سرخ بشه. منتها من بعد از اینکه سرخ شد مجددا از این دستمال مخصوص آشپزخونه استفاده میکنم، روغن اضافه جذب اون دستمال بشه. پیازا ما اجازه میدیم که کمی رنگش عوض شه، سرخ نشه، فقط کمی رنگش عوض شه، حالت کاراملی بشه. بنشه پیاز ما کمی سبک شده. توی این مرحله من نمک و کمی فلفل، یه حبه سیر داشتیم، یه حبه سیرم له میکنم. شما میتونیم به جای سیر از پودر سیر استفاده کنیم، ولی این سیر غالب میشه توی این غذا، اصلا مشخص نمیشه. پیاز ما به این مرحله که رسید من کلم رو اضافه میکنم. این اگرول اصلا من زیاد تفت نمیدم سبزیجاتو، فقط میذارم کمی توی روغن سبک بشه و مواد تو خورده هم بره مزه هاشون. در واقع یه تفت کوچیک میدم، سرخ نمیکنم. این فاصله تا کلمامون کمی سبک بشه من هویجم رنده می کنم. یه عدد هویج که داشتیم من با رنده درشت رنده می کنم. بعد از اینکه کمی کلمامون سبک شد و رنگش تغییر کرد، هویجم می ریزم داخل مواد دیگه و وقتی هویجم کمی با مواد قاطی شد قارچو می ریزم. وقتی قارچ میزنم یه ذره شعله میبرم بالا برای اینکه قارچ آب میندازه. شما میتونید به جای قارچ از جوونه گندم هم استفاده کنید، کاملا سلیقه‌ایه. قارچمونم به این شکل من خرد میکنم. چون همه کلم و اینا به اصطلاح نگینه خرد شده، هویجم رنده شده، پیازم نگینیه، من قارچارم ریز میکنم حالت نگینی. خیلی با نازک به اصطلاح خرد نمیکنم، برای اینکه قارچ وقتی میره توی روی حرارت آب میشه و جمع میشه. همین مقدار کافیه. کلمه سبک شده، کمی هم تغییر رنگ داده. ما
حالا من هویج اضافه میکنم و با بقیه مواد قاطی میکنم. گفتم خدمت شما دوستان اصلا نمیخوایم این غذا سرخ بشه، فقط بخواییم تخت بخوره و تغییر رنگ بده، چون که اسپرینگ رول یا اگ رول نباید خیلی این به سر سبزیجات پخته بشه، وقتی که میخوری زیر دندون یه ذره به اصطلاح سفت باشه خیلی بهتره به نظر من. به این شکل من نمک و فلفل زدم پودر کنم، پودر سیرم که گفتم به جاش من یه حب سیر زدم، ولی شما میتونید پودر سیرم بزنید. پودر کاری خیلی عطر و بوی خوبی به این غذای ما میده. قارچرم اضافه میکنم، گفتم بلافاصله قارچر اضافه میکنم، حرارت میبرم بالا، فقط میذارم یه ذره قارچ رنگش تغییر کنه، چون حرارتم بالاست آب نمیاندازه. من بعد از اینکه این مواد حاضر شد اجازه میدم خنک بشه، بعد داخل خمیر میچیشم. حالا بعد از اینکه مواد ما حاضر شد و خنک شد، من میام مابقیشو آموزش میدم خدمت دوستان. مواد دو زیرشو خاموش کردم و اجازه دادم خنک بشه، چون اگر داغ باشه اینا رو بریزیم لای خمیر باعث میشه که خمیرمون نازک بشه و یا پاره بشه. گفتم که یه قاشق غذاخوری آرد داشتیم، یه قاشق هم شیر داشتیم. من آرد رو داخل شیر میریزم و از این یه خمیر یه دست درست میکنم. چه استفاده ای داره این؟ این استفادهش اینه که وقتی که شما اون رول خمیرتون رو پیچیدین، رول به اصطلاح یوفکاتون رو پیچیدین، وقتی که میخواین بزنین داخل مایتابه اون انتهاشو یه از این به اصطلاح مایه میزنین. این حکم یه کسبو داره به این شکل، توجه کنین. این موادمون که خنک شده میذارم توی روی خمیرمون با یک کمی فاصله، کمی هم پنیر میریزم و اینو رول میکنم. اگر احساس کرده خمیرتون نازکه میتونی از دوتا خمیر استفاده کنی. به این شکل رول میکنم، در انتها ببینی کاملا چسبیدی خمیرم. یکی دیگه میگم خدمتون، این خمیر خیلی نازکه، من به خاطر همین دوتا استفاده میکنم. خیلی غذای آسون، راحت و زود آماده میشه و خیلی خوشخوراک. گفتم میتونی، میگه من بیس اولیش رو گفتم، میتونی اصلا مواد مثل مواد لازانیا درست کنی، مواد ماکارانی درست کنی. ببینیم بغلا رو میگیری و داخل خمیر بعد از اینکه خنک شد بغلا رو میگیم، یه ذره سفت فشار میدیم به سمت بالا و چسب. من یه دونم بدون پنیر گذاشتم، یعنی میتونیم پنیرم نذاریم، کاملا پنیر توی این غذا سلیقه‌ایه. من روغن سرخ کردنی داخل مایتابه ریختم، توجه کنید تا این حد خیلی زیاد نه، کمی که داغ شد دونه دونه اگرولا رو میچینم داخل مایتابه. شما اگه دوست داشته باشین غذاتون حتی کم چربتر از این باشه، میتونید داخل فر بذارید و حرارت بالا تا پایین 1 تا 20 دقیقه. من اگرولا که سرخ شد روی این دستمالای آشپزخونه میذارم و روغن اضافهشو میگیرم. شما میتونید این اگرولا رو با سس قرمز، سس تون و یا سس سالسا که سس ترش و شیرین هست بخوری، چون فوق‌العاده با این سس‌ها لذیذ میشه. آموزش غذای امروز ما تموم شد. امیدوارم از غذایی که امروز آموزش دادم خدمت شما دوستان لذت ببرید، درست کنید و میل کنید. لطف کنید کانال آشپزی عمه کتی رو به دوستانتون معرفی کنید. تا برنامه بعد خداحافظ.